شوت سرکش رونالدو النصر را به نیمه نهایی برد. کابوس برای پی اس جی، آخرین پیشنهاد هم رد شد. دوباره شروع شد حراج بارسا برای جذب ستاره ها. ترکیب 11 نفره آنچلوتی با دو سورپرایز. پی اس جی می خواهد بارسا را غارت کند. سلسله هشت رشتری عربستان، مذاکره الاتحاد با سلام. آرسنال 1-1، رویایی از دست رفته ششگانه. آرتتا بالاخره از پپ جام گرفت. آرسنال در دیدار جذاب و تماشایی موفق شد در ضربات پنالتی منچستر سیتی را شکست بدهد و فاتح کمیونیتی شیلد شود. منچستر سیتی و آرسنال امشب در ورزشگاه ویمبلی بازی کمیونیتی شیلد را برگزار کردند. نیم اول این دیدار برخلاف انتظارات مانند آخرین رویارویی دو تیم یک مسابقه هیجان انگیز و تماشایی نبود. در نیم اول موقعیت های گلی چندانی وجود نداشت و باز هم خلاف پیش بینی ها آرسنال دو بار روی دروازه حریف خطرساز ظاهر شد. کول پالمر که دقیقه 64 به جایرلینگ هالند به میدان رفته بود با گذشت کمتر از 15 دقیقه پس از حضور در زمین دروازه آرسنال را باز کرد. بازی پس از گل سیتی بیشتر با تلاش آرسنال برای جبران نتیجه همراه بود که البته تا 8 دقیقه وقت اضافه شاگردان میکل آرتتا به هدفشان رسیدند. ضربه کرنر آرسنال در آخرین دقایق اضافه به گل تبدیل شد و بازی به پنالتی ها کشیده شد. در حالی که تمامی بازیکنان آرسنال ضربات پنالتی را به گل تبدیل کردند، کوین دبرونه ضربه اش را به تیره کوبید و شوت رودری هم توسط رمزدیل مهار شد تا اولین جام فصل به آرتتا و تیمش برسد. شوت سرکش رونالدو النصر را به نیمه نهایی برد. النصر موفق شد به لطف گل‌هایی که در نیمه نخست پس ثمر رساند به نتیجه 3-1 از صدر راجا کازابلانکای مراکش گذشته و راهی دیدار نیمه نهایی جام ملک سلمان شود. در این دیدار رونالدو موفق شد در دقیقه 19 قفل دروازه حریف مراکشی را باز کند. در نهایت النصر دو گل دیگر نیز به ثمر رساند و موفق شد بازی را با نتیجه 3-1 به پایان برساند. زردپوشان شهر ریاض راهی دیدار نیمه نهایی شدند. آنها باید در دیدار بعدی به مسافه الشرطه عراق بروند. یونایتد 1-1، با مگوار یونایتد نمی برد. منچستر یونایتد در آخرین بازی پیش فصل خود به مساف اتلتیک بیلبائو رفت و این بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید. اشتباه هری مگوار منجر به گل بیلبائو شد. مثلث جدید پی اس جی برای فتح لیگ قهرمانان، دمبله، نیمار و راموس. پی اس جی شاید هرگز غیبت کیلیان امباپه را حس نکند، چرا که احتمالاً در فصل پیش رو مثلث نیمار، دمبله و گونچالو راموس را خواهد داشت. پی اس جی و لوئیز انریکه شروع به فراموش کردن امباپه کردند. حداقل در برنامه ریزی برای هفته های ابتدای فصل چنین به نظر می رسد که امباپه جای در ایده های مربی اسپانوی ندارد. فارغ از این که بازیکن فرانسوی بالاخره بماند یا نه، تیم پاریسی مثلث تهاجمی جدید را پیش بینی کرده که به آن قصد رؤیا پردازی دارد. قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا که مدت هاست به آرزوی پاریسی ها تبدیل شده، ممکن است با مثلث تهاجمی نیمار، گونچالو راموس و دمبله محقق شود. با گفته فابریزیو رومانو، پی اس جی تقریبا کار انتقال دمبله را نهایی کرده و به نهایی کردن انتقال گونچالو راموس، ستاره بنفیکا و فوتبال پرتغال هم بسیار نزدیک است. او درخواست مستقیم انریکه است و باشگاه قصد دارد او را با انتقال قرضی و بند خرید اجباری بخرد، انتقالی که در نهایت 80 میلیون یورو هزینه خواهد داشت. سلسله هشت رشتری عربستان، مذاکره الاتحاد با سلام. فران در دوراهی پول یا لیورپول. روزنامه الریاضیه در خبر فوری مدعی شد که الاتحاد با نماینده های محمد صلاح وارد مذاکره شده است. آتش تابستان داغ و سوزان عربستان قصد برای خاموش شدن ندارد و با لطف سرمایه‌گذاری کلان و سرسام‌آوری صندوق سرمایه‌گذاری سعودی در فوتبال، تیم های این کشور یکی یکی در حال جذب ستاره‌های مطرح فوتبال اروپا هستند. روزنامه الریاضیه شامگاه دوشنبه و در خبر فوری اعلام کرد که باشگاه الاتحاد برای جذب محمد صلاح وارد مذاکرات جدی شده است. یک منبع نزدیک به این بازیکن در مصاحبه اختصاصی به الریاضیه گفت خبر علاقه الاتحاد به ستاره مصری درست است. مذاکرات بین محمد صلاح
دانشگاه و باشگاه الاتحاد عربستان در جریان است. این چیزی است که می توانم بگویم. فعلا جزئیات دیگری ندارم. در همین حال منابع بلریزی توضیح دادند که پیشنهاد الاتحاد با محمد صلاح دستمزد شگفت‌انگیز 180 میلیون یورو برای دو فصل است. ضمن اینکه تیم سعودی حاضر است بابت مدت زمان باقی مانده از قرارداد فرعونی مصر 60 میلیون پوند به باشگاه لیورپول پرداخت کند. PSG میخواهد بارسا را غارت کند. لوئیس انریکه تمایل دارد آنسو فاتی را هم از بارسلونا به پاریس سن ژرمن منتقل کند. عثمان دمبله و آرناو تناس نمیتوانند تنها بازیکنان باشند که با چمدان بسته بارسلونا را به مقصد پاریس ترک کردند. روزنامه اسپانوی آس تا گزارشی مدعی یک انتقال دیگر هست و تایید میکند که پاریس سن ژرمن در آستانه جذب یک بازیکن دیگر از بارسلونا است. این پیشنهاد مربوط به آنسو فاتی و باشگاه پاریسی مشتاق است تا این بازیکن را جذب کند. طبق اطلاعات این روزنامه اینکه اعتماد زیادی به این بازیکن دارد. سرمربی پاریس سن ژرمن معتقد است پس از اینکه او فصل گذشته عملکرد خوبی نداشت، جذب فاتی میتواند یک فرصت منحصر به فرد باشد. علاوه بر این روزنامه همچنین تایید میکند که ژاوی هرناندز قرار نیست را در فصل بعدی به عنوان بازیکن ثابت بارسا به کار بگیرد. با این حال جدایی او از بارسلونا پیچیده به نظر میرسد. او یک دارایی مهم برای بارسا است، اما خواهیم دید که در آینده برای آنسو فاتی چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر باشگاه اسپانوی به جدایی او رضایت بدهد، در صورت تایید جدایی دمبله آنها قطعا به جذب یک مهاجم در پنجره نقل و انتقالات تابستانی نیاز خواهد داشت. شاوی با این چند دلیل نیمار را نمیخواهد. اسپورت در مورد دلایل ژاوی برای رد احتمال بازگشت نیمار به بارسلونا نوشته است. بعد از اینکه مشخص شد لیونل مسی به بارسا باز نخواهد گشت و در نهایت با قطع شدن انتقال او به اینتر میامی، برخی رسانه‌های اسپانیایی مدعی شدند که نیمار در تماس با بارسلونا به این باشگاه پیشنهاد داده که حاضر است به تیم سابقش برگردد. در این گزارش‌ها ادعا شده بود که نیمار برای بازگشت به بارسا آنقدر مصمم است که به مدیران باشگاه اطلاع داده که با توجه به وضعیت مالی بغرنج بلوگرانا حاضر است با دستمزد کمتر از دستمزد در پاریس سن ژرمن برای تیم کاتالان بازی کند. در روزهای اخیر نیز ادعا شد که PSG در مذاکره با بارسا برای جذب عثمان دمبله نیمار را به بارسا پیشنهاد داده، اما در نهایت ژاوی مثل دو ماه قبل شانس جذب نیمار را رد کرد. اسپارت در مورد دلایل ژاوی برای رد نیمار نوشته است: برای شروع باید بگوییم که وضعیت اقتصادی باشگاه بسیار بد است و دستمزد نیمار پذیرفتنی نیست. به هر اندازه که کاهش یابد، باز هم پرداختش عملا غیر ممکن خواهد بود و فرپلی مالی بارسا را با خطر مواجه میکند. علاوه بر این، ژاوی درک میکند که برای پروژه فعلی او نیمار خرید ایدئالی نیست، اگرچه باید دید که یا نظرش پس از جدایی دمبله تغییر میکند یا خیر. ترکیب 11 نفره آنچلوتی با دو سورپرایز، مودریچ و کروس روی نیمکت. پس از اتمام تور آمریکا، کارلو آنچلوتی ترکیب 11 نفره ابتدایی بازی برابر بلبائو را مشخص کرده و قصد دارد در هفته های ابتدایی روی این ترکیب حساب کنند. رئال مادرید با کار خود در تور آمریکا با دو برد و دو باخت پایان داد. شروع رئال خوب بود و توانست میلان را 3-2 و یونایتد را 2-0 شکست دهد. ولی در دو بازی بعدی برابر بارسا و یوونتوس 3-0 و 3-1 شکست خورد. نتایج این بازی ها چندان اهمیتی نداشتند، ولی قطعا دریافت 8 گل کمی نگران کننده است. آیس امروز نوشت که پس از این 4 بازی کارلو آنچلوتی توانسته به شناخت خوبی از ترکیب احتمالی تیمش برای بازی های ابتدایی فصل دست پیدا کند. سیستم رئال با جدای کریم بنزما و نبود یک شماره 9 بزرگ 4-4-2 خواهد بود. دبو کورتوا که قطعا گلر شماره 1 خواهد بود. برای دفاع میانی کارلتو رو دیوید آلابا و درمیلتو بالاتر از رودریگر و ناچو نظر مثبت دارد. برای دفاع چپ فران گارسیا و برای دفاع راست تنی کارواخال مد نظر هستند. مهمترین ابهام در مورد خط میانی است، ولی آیس نوشت که مربی ایتالوی قصد دارد از ترکیب 4 نفره اورلین چوامینی، فده والوردا، ادواردو کامیونگا و جود بلینگام استفاده کند و بدین ترتیب کروس و مودریچ حداقل در ابتدای فصل روی نیمکت خواهد نشست. در خط حمله نیز زوجی رودریگو و وینیسیوس را خواهیم دید. دوباره شروع شد حراج بارسا برای جذب ستاره ها. باشگاه بارسلونا قصد دارد بار دیگر از اهرم مالی برای جذب بازیکنان مد نظرش استفاده کنند. بارسلونا مانند چند فصل اخیر همچنان با مشکلات مالی بسیار روبروست که کار آنها را در پنجره نقل و انتقالات تابستانی دشوار کرده است. این باشگاه تابستان گذشته از اهرم های مالی برای جذب بازیکنان مد نظرش استفاده کرد و به طور مثال بخش قابل توجهی از سهام بارسا استودیو یا حق پخش تلویزیونی 8-20 سال آینده را به فروش رساند. حالا روزنامه اسپورت خبر داده که مدیران این باشگاه تصمیم دارند که بار
دیگر اقدامات مشابه را برای تأمین بودجه خرید بازیکن مد نظر ژاوی در این تابستان انجام دهند. بارسا اطمینان دارد که فروش 16% دیگر از سهام بارسا استیدیو تا هفته آینده نهایی خواهد شد و این موضوع کمک بسیار مهمی به این باشگاه خواهد کرد تا شرایط مالیش را بهبود ببخشد. کابوس برای PSG، آخرین پیشنهاد هم رد شد. کلین امباپه آخرین پیشنهاد PSG را هم رد کرده و قصد دارد تا یوروی آخر پاداش وفاداری خود را نیز بگیرد. لوپارزن گزارش جدید در مورد امباپه منتشر کرده، مبنی بر این که این هفته نیز با نامطلوب های PSG تمرین خواهد کرد و حق حضور در رختکن تیم اصلی را ندارد. پاریس در یک هفته پیش رو منتظر این است تا رئال مادرید قدمی رو به جلو بردارد و پیشنهاد رسمی خود را ارائه دهد. این نشریه نزدیک به PSG نوشته است که کلین امباپه آخرین پیشنهاد باشگاه برای تمدید تا 2025 فصل در تابستان 2024 را هم رد کرده تا ثابت کند که میخواهد رایگان باشگاه را ترک کند. او به زودی قسط دوم پاداش وفاداری خود را دریافت خواهد کرد که دقیقا روز آخر نقل انتقالات خواهد بود و به همین دلیل بسیاری گمان میکنند که او تا روز پایانی صبر خواهد کرد و PSG را ترک نمیکند تا آخرین یوروی ممکن را نیز از پاریسی ها دریافت کند. اما شاید همه چیز با پیشنهاد رئال تغییر کند. لوپارزن نوشته که اگر رئال پیشنهاد 200 میلیون یوروی را دهد، PSG بلا فاصله آن را قبول خواهد کرد و روند انتقال شتاب فوق‌العاده خواهد گرفت. در واقع اینجا همه چیز بر رئال بستگی دارد. اگر باشگاه مادریدی اقدام نکند، امباپه نیز از پاریس تکان نخواهد خورد و این بدترین کابوس ممکن برای مدیران PSG است.